ایوب علیه السلام. ایوب علیه السلام صاحب 14 فرزند بود. سلامتی خوب داشت و بایگری زیاد داشت. همه او را دوست می داشتند. زمانی که او از سن 80 سالگی بالا رفته بود، الله هر یکی از 14 فرزند او را یک پای دیگری از او می گیرد. بعدن الله بایگری او را می گیرد و سپس سلامتی اش را چگونه که راوی روایت کرده است، پوست از بدنش تا آن درجه جدا می شود که حتی مشک ها و استخوان های بدن او دیده می شود. ولی امتحان او با این تمام نشد، حتی تا آن درجه آمد که مردم گفتند اگر در این شخص خیر می بود، الله این همه را برایش روانه می دید. رفیقان نزدیکش از او دور شدند. زمانی که همسرش آمده به او می گوید یا ایوب علیه السلام، آیا این بسنده نیست؟ از الله طلب کن تا تو را از این مصیبت رها کند. این هم عذابهایی که کشیدیم کافی است. ایوب علیه السلام گفت همسرم، چقدر الله نعمت همچون وقت زیاد برایم عطا کرد؟ 80 سال و یا هم زیادتر. من شرم می دارم که از الله طلب شفا نمویم. من آماده ام که این بیماری را باز 80 سال دیگر تحمل کنم، چون که الله به من نعمت زیاد عطا کرد. از بین 7 سال می گذرد. لیک وقت او دید که همسرش فروختن مویهایش را آغاز کرد، او گفت خدایا، با سبب پیامبر بودنش او می توانست از الله طلب شفا کند، ولی او نگفت یا الله مرا شفا ده، یا الله تو به من درد دادی، یا الله تو به من بیماری دادی پس شفایم ده. او گفت خدایا، بیماری مرا رنج می دهد. او حتی این را به الله سبحانه و تعالی ربط نداد، چون که وقتی به مسلمان زیان می رسد، وقتی الله شما را با بعضی مصیبت ها امتحان می کند، در اصل این خیر است برای شما. و اندک بعد حدیث را می آورم. الله می گوید پس ما دعای او را قبول کردیم و آنچه که بر وی رنج بود از او دور ساختیم. فرزندان او را برگردانیدیم و همون قدر فرزند دیگر عطا کردیم. ما بایگریش را به او برگردانیدیم. تیلا به اندازه ملخ مثل باران می بارید بر ایوب علیه السلام. او همه آنها را غون می داشت و این دارایی از دارایی پیشترش دیده زیاد بود. در حدیث آمده است که او دارایی را آن گونه زود غون می داشت چی گونه که زود می توانست. بعدن الله به نزد او جبرائیل را روان کرد و به او گفت ای ایوب، آیا من تو را تا آن مقدار دارو نکردم که تو به این چیزهایی که میبینی دیگر نیازی نداری؟ با سخنان دیگر، چرا تو این همه را گرفتن میخواهی؟ پروا مکن، ما به تو نعمت ها عطا میکنیم. او پاسخ گفت خدایا، من تا آن درجه به نیاز نیستم که من نعمت های تو نیاز نداشته باشم. من نعمت داده تو را غون داشته ایستادم. خدایا، الله دوست میدارد وقتی میبیند که بنده اش نعمت داده او را قبول میکند. او دوست میدارد چون بنده اش را. پس شکرگزار باشد به الله برای نعمتهایش، حتی اگر این همچون امتحان باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وضعیت مؤمن تعجب آور است، هر آن چیزی که با او رخ می دهد برایش خیر است. سبحان الله. در دوامش می گوید وقتی با آنها کاری خیر رخ بدهد، آنها الله را حمد می گویند، و وقتی که مصیبت رخ بدهد دیهد، آنها صبر میکنند، چون که الله در قرآن میگوید من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهر آینه شما را با اندک ترس، گرسنگی، نقصان مالها، نقصان جانها و نقصان ثمرها امتحان میکنیم و صبر کنندگان را خوش خبر ده. آنان که چون مصیبت بر آنها برسد میگویند همان ما از آن خداییم و همان ما به سوی وی باز میگردیم. آنها یاد دارند که این امتحان است.